حمله مسلحانه بالای مشاور عبدالله و همچنان حمله مسلحانه بر کارمند یکی از بانک ها در هرات. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: وزارت داخله میگوید نعمت الله هوتک مشاور دکتر عبدالله در نتیجه حمله افراد مسلح در منطقه خوشحالخان مربوط حوزه پنجم شهر کابل به شدت زخمی شده است. جزئیات بیشتر تا هنوز در دست نیست. برای جزئیات این خبر کانال ما را دنبال کنید. همچنان کشته شدن 5 کارمند در افغانستان بانک در هرات. 5 تن از کارمندان در افغانستان بانک که در بندر اسلام قلعه وظیفه داشتند در مسیر بازگشت به شهر هرات کشته شدند. به گزارش اسپانیایی پلیس هرات در یک خبرنامه می گوید که این کارمندان بدون هماهنگی با پلیس و با موتر شخصی خود به سمت هرات حرکت کرده بودند که در منطقه احمد آباد مربوط ولسوالی کوهسال از سوی افراد مسلح ناشناس به شهادت می رسند. این در حالی است که پلیس هرات رسما از این افراد خواسته بود که بدون هماهنگی پلیس در این مسیر رفت آمد نکنند. پلیس هرات می گوید تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است. پس از انتقال گمرک هرات به منطقه صفر مرکزی افغانستان با ایران، شاهراه هرات اسلام قلعه به یکی از خطرناکترین مسیرها برای کارمندان این اداره تبدیل شده است. کارمندان گمرک هرات تاکنون چندین بار در این مسیر هدف نیروهای طالبان و افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. همچنان بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: مقرری ها ادامه دارد. الهام عمر اوتکی توسط محمد اشرف غنی به حیث رئیس تدارکات ملی تعیین گردید. در همین حال سیهوندری گزارش داد: وزارت خارجه میگوید رئیس جمهور غنی جاوید احمد را به عنوان سفیر در امارات متحده عربی گماشته است. در همین حال خبرگزاری اطلاعات گزارش داده بود محمد اشرف غنی طی فرمان فضل محمود فضلی را در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعیین کرده است. آقای فضلی پیش از این به عنوان مشاور ارشد اشرف غنی کار میکرد. و در پایان، مسئولیت حمله های راکتی بر بکرام را گروه داعش به دوش گرفت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است: اوایل امروز پنجشنبه 5 راکت بر میدان هوایی بکرام شلیک شدند که در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشده است. محمد آرون مبارز فرمانده امنیه پروان بر رادیو آزادی گفت این راکت ها از یک موتر در روستای جان قدم به سوی میدان هوایی بکرام پرتاب شدند. داعش در یک خبرنامه گفته است که جنگجویانش مکان نشست هلیکوپتر را در این پایگاه هدف قرار دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب تویتر خود نوشته است: حمله بر میدان هوایی بکرام کار این گروه نیست. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی از زمانی که در سال 2014 در شرق افغانستان ظهور یافت به دیگر جاهای این کشور، مشخصا شمال، نیز جای پا پیدا کرده است. جنگجویان داعش با نیروهای افغان، بین المللی و نیز طالبان می جنگند. اردوی ایالات متحده شمار جنگجویان داعش در افغانستان را 2000 تن تخمین زده است. آنها در سالهای اخیر مرگبارترین حمله ها را در افغانستان انجام دادند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.